اگه من پولشو کردم که پول شما رو دارم میشورم، اگر خلافی کردم که در خصوص کار شما هستش، شما خودتون نمیذارید من اینو ببرم. یعنی من تمام دست و پامو بستین، از کشورم که نمیذارید برم بیرون، اصلا نمیدونم باید چه کار ما رو. ولی من چه پولی نبردم که خب منم مثل شما من رو فرستادی تو میدون رو میخوابیدم، از رو من دهتاتون رد شدید، الان چی شده میگه بیا پول میده رو بده که یکیش عمل نکرده. شما برای چی به من میگید از کشور نرو بیرون؟ خب من چه کار کنم؟ من که سه برابر این موجی تو این کشور دارم، اگه پول خور بودم که نمیرفتم 22 تا هواپیما بردارم بیارم تو کشور، که نمیومدم برم این همه 17000 تا پرسنل دارم تو کشور، تمام مجموعه هم از بین رفته فقط به خاطر اینکه اومدم یه کمک به اینجا بکنم. دیدم که شرکت من خط دوم اعلان ترکیه رو دارم، 39 تا هواپیما دارم با 24 در مقایسه با سه نفری که آقایون وزیر بوده میشد. اینا کارشناسی کردن 1760 میلیون. من گفتم آقا این واقعا بی‌انصافی 1760 میلیون، به خاطر اینکه من 170000 متر تجاری دارم روی همین الان پیشگویی روزنامه بکنمش به قیمت یافتاباد بیشتر از این قیمت ها میارزه. آقای گفتم من به چی بیشتر 1760 نمیم، 1760 رو قبول کردم. من رو بردن توی دفترخونه، دفترخونه که مربوط به خودشون بوده، به نامشون قطعی زدم، میکو یعنی نه حواله دادم نه به میکو قطعی زدم بهشون 1760 میلیارد. 10 میلیارد تومن پول دفترخونه رو از من گرفتم، دیگه میگم من بوده حق رسیدون هم سیشم گفتن تو بده، 2 میلیارد تومن هم بابت اینکه یه چیز حقوقی از با من نوشتن ازم گرفتن. وقتی که این کار انجام میشه، این انبار استیتی بنکرز بوده، استیتی بنکرز وقتی یه مالی رو میفروشه تو دفترش 1760 میلیارد تومن طلبکار میشه از شرکت آسمان پایگاه، دیگه دیگه قانونیه. شما اومدید رفتید توی مجموعه من نشستید 1760 میلیارد تومن رو پاک کردن جز طلبان، چون که نمیتونسته این طلب رو پاکش کنه، گفته ما کارشناس گذاشتیم 620 میلیارد تومن. من تحقیق کردم، کارشناسی که رفته این اومده این رو گذاشته 620 هم بزرگترین ملکی که کارشناسی کرده 212 میلیارد تومن توی یافتاباد بود. آخه اینا یه حدی داره، یعنی کارشناسی که میره اجرای کارشناس هم اندازه‌های خودشون رو دارن. باز من حرفی برای اینها هم ندارم. شما گفتید با این قیمت آقا دیستر یه میلیون تومن اون 600 میلیارد تومن این جمعش میشه 2700 تومن، باز من اعتراضی نکردم، اینو شما به من دادید دیگه. توی اینجا شما کارشناسی کردن که یک انبار شرکت استیت بانکس 8100 میلیارد تومن، در انتها اومدن گفتن که ما اینو به 1300 میلیارد تومن برداشتیم. من میگم آقای تورن، برای شما که نامه نوشتم، من که حرف بدی ندارم، میگم آقا از 8800 میلیارد تومن تا این 1300 میلیارد تومن حتیه امر این هست که اینا قبولش ندارن. اون چیزایی که قبول ندارن بدینش به خودم، من که حرف بدی ندارم به شما که ناراحت میشه، میگم آقا این 8800 تا 1300 تا اینا برداشتی، هر بزارتش به من میگید اینا پوشه، آقا هر بزارتشو بدید به من. شما میگید تو زندگی ملکی رو در پیش و قش رفته گرفته زمین‌های رو و تو این زمین بابا ملک شرکت تجارکیش 215000 متر زمینه، در 115000 مترش من چند تا گرف ساختم، چند تا ویلا ساخته شده، چند تا خونه ساخته شده که مردم برن زندگی میکنن. در حال اون 100000 متر زمین خالی من دارم، هر 215000 متر 115000 متر ساختم، فقط اون 100000 مترش متری 13 میلیون تومن دوی به مردم میپوشن میشه 300 میلیون تومن، 300 میلیارد تومن. قربان تمام این ویلاها، تمام اون ساختمان ها رو به 10 میلیون تومن برداشتن. من اعتراضم به شما اینه، میگم من که به شما این نامه فرستادم، من اعتراضم اینه که چطور میشه که اینا این 10 میلیون تومن بردارن. شما برید اعتراض بکنید، سوال بکنی، شما اگر ناراحت نشید از من که من هم مثل یه آدم هایی دیگه باشه، من آدم درد، من آدم بیپول، من گدا، هر چی که شما میگید دارم اعتراضم به شما اطلاع میدم. شما در خصوص ملک
در خصوص هواپیمایی بگم خدمتتون. هواپیما ورودش ممنوعه، یعنی کسی یه دونه چرخش هم همین الانش هم نمیتونه. من راهکار پیدا کردم، رفتم توی اوکراین، دو تا دونه شرکت هواپیمایی ایلانی که کار میکرده رو پولی دادم خریدم. چه سالی؟ سال 87 هم موقعی که شما میگفت من آدم بدبخت بودم، سال 87 رفتم دو تا ایلان کار خریدم با پرسونل، 22 تا هواپیما برای اون خریدم، به نامش کردم، به هوایی که این هواپیما ها داره در اوکراین کار میکنه پرندم شد. این هواپیما ها رو یک روز سال 90، یعنی همون روزا که شما میگید که بازرگانی چی نداشته، سال 90 من 22 تا هواپیما رو به هوایی این که توش مسافر هست به استادم اومده توی هواپیما توی امام خمینی نشسته، تو فرودگاه امام خمینی نشسته. خب اگه من اینا رو به نام جمهوری اسلامی نمیتونستم بکنم که به دردم نمیخورد. اومدم از اعتباراتم استفاده کردم، یه شکایت تنظیم کردم علیه مجموعه خودم، هواپیماهام تو ایران توقیف کردم، گفتم این شرکت اوکراینیه بدهکار من شرکت. اینجوری تفیز و دوت هواپیما رو به نام جمهوری اسلامی ایران کردم. اینها روش‌های آسونی که نبوده، یه دونه هواپیما رو من تا لبش قطعه و موتور پر کردم و بردم کشتم. هواپیما رو خریدم دوده 15 میلیون دلار. شما جمع هواپیماهای من رو گذاشتید 77 میلیون دلار، یعنی دونه 3.5 میلیون دلار. من دارم میگم آقای محترم چطور میشه من هواپیمای رو به 15 میلیون دلار بخرم، ببرم دنیا رو دور بزنم، آبرو خودم ببرم، تو تحریم ببرم؟ این آقایون گذاشت حداقل همونی که خریده بودم رو تو اینا میگذاشتم. من که حرف بدی به شما نمیزنم. در خصوص یک ملکی توی میدون محسنی پایین میدون مادر، من یک ملکی نوزاد سه نقش پنج طبقه، طبقه اولش 1000 متر تجاری، بالاش پنج طبقه اداری که پول اداری بودنش رو خودم بردم تو شهر دیم مثل 4 میلیون تومن ریختم. من شخصی با پای خودم اون موقع گیر میدادم نمیشد، خودم رفتم تو شهرداری منطقه دو مثل 4 میلیون تومن پول. شما کل این اینجا رو مثل 2 میلیون 300 هزار تومن برداشتید، مگه میشه همچین چیزی در 5 سال این اتفاق؟ من دارم به شما پوشیدم و میگم آقا این اتفاقات اشتباهیه. آقا در سال 88 ایران خودرو بی پول میشه، به من میگم که یه پولی بده ما حقوق پرسنل رو داریم. من سال 88 400 میلیارد تومان پول کش نقد دادم به این آقا تو ایران خودرو. بعد از دو سال هی گفتیم چیکار کنیم، گفتن ما سهام پول نداریم بدیم، سهام پارسیان رو بهت میدیم، سهام نمیدونم فلان رو میدیم، یه مهر توی کجا داریم، ندادن. سال 91 اومدن چک کشیدن 1 میلیارد تومن، یعنی تا آخر عمر من چک کشیدن. من این چکا رو 100 میلیارد تومنش بردم دادم تو بانک سرمایه، لازم داشتم توی تحریم بودم، پولام جاوده، رفتم دادم به بانک سرمایه، گفتم آقای خرید دینش با چرا خرید دین کرده؟ امروز این آقایون چکاش رو پاس نکردن. توی این حساب سیاه شما من 100 میلیارد تومن به بانک سرمایه بدهکار کرد. میگم آقا من چکایی که اون دو هست اون چکا رو بده به من بدم دنبالش پولم رو بگیرم. نمیشه که هم اون چکا مال شما باشه هم اینها برای من باشه. ایشون خواهر من توی مجموعه های استیتی بانکر اومده اعلام کرده، گفته آقا این مغازه منه، آقایون سند بردن خودشون زدن، خواهر من به 55 میلیارد تومان خودشون بدهکار کردن. چون چجوری این کار کردیم؟ به خاطر چی این کار کردیم؟ به خاطر اینکه بتونن اون رو از دست اون آقا بگیرن. من به آقای تورک میگم آقای تورک این اتفاقا داره انجام میشه. حالا شما ناراحتی به من میگین اینا تو دنبال تجمل‌گرایی بودی؟ من روزی که نوشتم که تمام، من هم وجودشو دارم که تو یه روز هم پولم رو بگیرم هم بریزم تمام، هیچی نمیخوام آقای دولت. دلیل این که بهتون گفتم آقا ساعت و انگشتر منو و 4 تا دونه ماشینمو و یه دونه دو تا موتورسیکلتمو نبید به نفت، دلیلش رو گفتم هم به آقای دادستان گفتم هم به شما، ببرید آتیشش بزنید ولی به نفت نه. من حرفی ندارم که شما حتما ناراحت میشه.
الان هم 2600 میلیارد تومان با این چیزی که شما اعلام کردید تا 2600 میلیارد تومان گرفتن. مدیرانشون هم مدیران خودشونن. از پرسنل من هیچ کس به من مشکل همه رو دیدم. کارشناسی ها شما به من فرمودید که کارشناسی ها درست مثلا پیشی دوتر میلیارد تومان میاد. آقای محترم دوسترهایی که تو اصلا اینا رقم این نیستش که ما توی این مسائل بخوانیم، چون شما عنوان کردی من دارم عرض. شما دوسترهای اتاق من که دوستر باکارا بده، دوستر باکارا قیمتش مثل بورس توی سیستم اینترنتی داری همه میدونن. این همین اینو توی انبار شرکت من بوده، یه کارشناس شما اومده قیمت گذاشتتش 545 میلیون تومن یه خانم، یه کارشناس شما گذاشته 1.5 میلیون تومن. من اعتراضم به شما اینه، میگم آقا این دوسته که تو اتاق من که مثلا 20 شعله اونی که توی اونجا هست نمونه اینه با شعله که چجور این میشه 1.5 میلیون تومن رو میشه 540. شما چرا ناراحت میشی از دید من؟ اینو به شما گفتم و ناراحت میشه. شما میفرمایید که بابک زنجانی اموالش رو به حسین شیرازی من داد به خاطر اینکه میخواست از ایران فرار کنه. من کجا میتونستم فرار کنم؟ من در تمام دنیا توی ترکیه، توی تاجیکستان، توی مالزی ها خودم کسی که تابلوه که دیگه فرار که نمی کنه. دلیل این که من شرکت هولدینگ رو به نام حسین شیرازی منش کردم یک دلیل داشت. هواپیمایی جنوبی اسلامی من این برای شما نوشتم، شما یا نمی کنید این حرفا رو بگید یا بگید. هواپیمایی جنوبی اسلامی من نامه نوشت، نوشت آقا هواپیمایی قشمه مربوط به شرکت هولدینگ سوریلته، شرکت هولدینگ سوریلت مربوط به بابک زنجانیه، نامه اومده برای ما از نمیدونم کجا که اگه هواپیماهای شما تو خارج از کشور بره بشینه، چون بابک زنجانی در تحریمه و دنبالش هستن، این هواپیماها رو توقیف میکنن در اونجا. ما تنها کاری که فکر کردیم که به نظرمون برسه گفتیم آقای حسین شیرازی من تو امین ما هستی، بیا اینجا این سهام رو به نام شما میکنیم. از روزی هم که من بازداشت شدم شما گفتید چی هست؟ گفتم آقای اول هم دست آقای حسین شیرازی منشه هر لحظه که بگید نیاز میزنه به دارش. من چه چیزی رو داشتم برای این فرار؟ یعنی این حرفای جالبی نیست. این که من شروع کردم مجموعه همون آقای دولت، من که مجموعه خودمه، من 70 تا مدیر داشتم، 60 تا مدیر داشتم، مدیرانم کسایی بودن با افکارهای مختلف، با حرفای مختلف، آدم های خوب توش بودن، آدم های بد میتونستن توش باشن. منابع مردم زندگی دست این آدم ها بوده. حراست من وظیفش این بوده که به تک تک این آدم ها توجه بکنم. خب این شنوده، این که شنود نیستش که این حراست مجموعه. همین الان شما که تو مجموعه قوه قضاییه کار میکنید ممکن حراستتون هر جوری شما رو چک بکنه. شما نمیتونید بهش بگید که چرا منو چک کردم. وظیفه قانونیش این هست. ما نمیدونستیم که آقایون وزارت نفت میخوام برن داخل مجموعه من که بشینن. یعنی من برای این آقایون که شروع کرده این سیستم اتوماتیک داشته ضبط میشد. دوستان من به من اطلاع دادن، گفتن آقا حرفای خوبی نمیزنن اون تو. من به شما اینو اطلاع دادم، گفتم آقای تورن اینا حرفای خوبی نمیزنن. من اگه به شما اطمینان نداشتم که آقای به شما نمیگفتم. گفتم آقای تورن این حرفای خوبی نیست. مثلا وقتی میگن که یه گفته ای جمع شده دور هم دیگه بیان چند تا مدیر خوب پیدا کنیم بشینیم، یا اینکه بگن که ما هماهنگ کردیم با شناس قیمتایی که ما میگیم و بزنن ما دستور میدیم به بازخورد، این اینا دیگه حرفاییه که زرد شده. من به شما گفتم آقا اینا همچین حرفایی میزنن، شما حواستون جمع باشه. اصلا این آقای دوسترهای اتاق من مجانی ما نگاهیم، اینا دنبال 1 میلیارد تومن داشتن به شما حد میدادم که حواستون به این موضوع باشه. شما میگید که بودجه کل ورزش کشور نمیدونم چقدر زنجانی رفته بعد باشگاه بدنسازی برخورد. من برای خودم اصلا باشگاه بدنسازی اگه بخوام درست کنم توی خونه خودم درست میکنم، نه توی شرکت که کل پرسنل شرکت هزاران کارمند شرکت بیان برای ورزش بمانجا. چرا همه چی رو برمیگردونیم ما توی اینجا؟ شما میفرمایید که ما داریم چک میکنیم که ببینیم خونه مادر زنجانی از محل پول این نفت داده نشده باشه. آقای محترم وزارت نفت
برج 391 اومده پیش من حساب باز کرده، برج 491 تازه رفته مصوبه گرفته که پول میاره، همون روز که می‌نویسن که مصوبه دیگه بهش پول نمیدن که، یه 20 روز پول میکشه. یعنی وسطای برج 591 بوده اون پول آورده. مادر من خونش مال سال 84 سندش آورده، میگه آقا من خونم مال سال 84، شما چه جوری خونه اینو میگیرید؟ میگه محل پول این فساد باشه. شما روزی که اومدید من وکالت بلا عرض دادم، گفتم برو اموال منو حراج بکن بفروش، هر کاری میکنی بکن. شما برای چه خونه مادر من رو توی مزایده روزنامه گذاشتید؟ من به شما اعتراض کردم، میگم آقا این خونه مادرمه، شما برای چی گذاشتیش توی روزنامه؟ برایش مشتری هم میبرید تو خونش. شما چرا از اینا ناراحت میشید؟ در مورد اینکه فرمودید آقای کریمی گفته که این آقا رو من به عنوان یک کارخونه‌دار معمولی میشناختم، بعد اومدم پیشش، اصلا مجموعهش ساختار نداشته. یعنی شما منو اینقدر آدم کوچیکی میبینی که من مجموعه هم ساختار نداشته، اومدم یه آقای دو سال 91 گرفتم آوردم توی مجموعه هم گفتم بیا کار کن. آقای کریمی سال 88 رئیس منطقه آزاد کیش بود، از اونجا اومدش بیرون. من هولدینگ من آقای کریمی دو بعد از مدیرهای سه تا بعد از مدیرهای بعدی اومده اونجا. قبل از آقای کریمی منطقه آزاد قشم مسئولش بود، قبل از اون آقای افضلی مسئولش بود، قبل از اون کسا چطور میشه من مجموعم ساختار نداشه؟ یعنی من آقای بی سوالی بودم که نمیبندم مجموعم نباید حسابداری داشته باشه. آقای کریمی سال 91 اومد پیش ما، چون انسان سالمی بود، انسان درستی بود، ولی توانایی اجرایی نداشت. یعنی آقای من توی مجموعم مدیرا بدون این که جرأت بکنم بدون کار من چیزی رو انجام بدن نداشتن، یعنی باید می آوردن حتما اصلا تایید می گرفتن. آقای کریمی رو من بیارم ببینم بگی که آقا خط بده بگیم در خارج، ایشون اگه یه دونه زبان از فارسی بیشتر بلد بوده شما هر چی خواهی من می بردم تو خارج که ایشون ساختار سازی برای مجموعه خارجی من بکنه. شرکت کنفوزنی که ترکیه من کارشو انجام میداده مال سال 2003 به ثبت رسیده. من مجموعه از اون موقع که اونجا بوده، شما میگی تجربی پول نداشته، باشه من آدم بی پول، من آدم اینکه من که حرفی ندارم که، فقط همین ایران زمین که شما میگید که زنجانی رفته گرفته، من که سال 88 از سپاه خریدم میشه. اون روزی که من اینجا رو از سپاه خریدم، داخلش پر از رستوران سبز بود، نمیدونم قصابی بود، نونوایی بود، این همه آدم بودم که سرمقری داشتم. من تک تک اینا رو پول دادم رفتن از اونجا بیرون. همون موقع من بیش از 200 میلیون دلار پولای قرضی فقط به مجموعه های بارها اعلام کرده بودم داشتم تو حساب بانک ملت. شما حساب ارزی من اونجا برید چک بکنید در سال 88 من چقدر پول داشتم، پول نه نمیشه که ما بخواد اینکه بخواد مشکلی به وزارت نفت رو حل کنیم، همه رو به هم دیگه بزنیم. فاضل لاریجانی رو بکتره ایجانه و دوستانم به اسم افضال
یک کلمه و پاسپورت تسلیدی کوچولوی شما درست گفته اجازه حل مشکل را نمیدهید. خارج از تمام گله های و عمل آمده که شکایت حضرت عالی را به خداوند بزرگ کردم و نتیجه آن را خواهید دید، باز هم اعلام میدارم که وجوه خارجی این جانب آزادسازی شده و نیاز به کمک و همراهی دارد. وجوه آزاد شده به سمت بانک کلون چین، جایی که بانک مرکزی در آن سفرات حرکت داده شده و هفته آینده بانک کلون نسبت به اعلام موجودیت وجه کتبا به ایران ابلاغ میکنند. لازم است برای حل مشکل ما دادستانی یا هر مقام مسئول قضایی کمک و ورود کنند که اگر به حق و حقانیت و وجود خداوند اعتقاد و ایمان دارید تقاضا دارم کمک کنید تا این موضوع پیگیری شود، چرا که افتخار حل این موضوع بیش از هر چیز در تاریخ قضایی حضرت عالی به جای خواهد بود. رو نوشته اینو به اجرایی و دیوان کل کشورم با دادم. یکی دیگه اعتراض به تورنگ کردم برای زمین ایران زمین، شمارش 95453 14-6 که حالا الان مدنش جلو دستم نیست، ولی نوشتم که آقا شما کلاهی ما رو برداشتی، شما به ما گفتی یه مدنی رو دادی به ما، من امضا کردم، فرداش گفتی ما اینو تایپ میکنم بیاد امضا کنید، وقتی اومدیم دیدیم ایران زمین رو از توش کم کردید، 1,000,000,000 تومان از توش انداختید زمین. فکر نکنید که یادمون رفته، اینا رو در زمان مقرر پیگیری خواهم کرد. یه دونه دیگه به اجایی دیروز 95455 نوشتم در خصوص ملک بهارا و بهارک. در شما اجایی من به عنوان این که تو خانوادم به صورت کار اقتصادی میکردم، همه خانوادم اموالشون پولشون ایناشون دست من بوده، مادرم ملکش رو توی شهرک غرب و خواهرم ملکش رو خواهرانم ملکش رو توی میدون محسنی به من 4 سال پیش واگذار کردم، منم در مقابلش مغازه VIP رو به اینها انتقال دادم. الان به هر بهانه ای آقای هندی به پاسپورت میگه پرونده سازی مجدد شروع کردن، خواهرانم و با خانوادم رو تو فشار میذارن، اذیت میکنن که این ملک رو به زور بهشون از دستشون بگیرن و این تنها وسیله زندگیشون بوده که در اختیار من بوده، سندش هم به نام خودشونه و در مقابلش هم این ملکاشون رو داده بودن به من. خدا رو خوش نمیاد که بیش از این اذیت میکنید و اینا، با توجه به این شرایط سختی که دارن بگید که اینجا رو رفع تصرف کنن و زندگیشون رو بدن. اگر هم که میخواید ناحقی و ناعدالتی بیش از این باشه که دیگه اونم جدا هست.